محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای دیداری سه جانبه با همتایان روس و آذربایجانی خود به باکو رفته است در نخستین نشست سه کشور که در آنجا برگزار شد شرکت کرد تعامل و تعمیق روابط سیاسی اقتصادی در دستور کار این اجلاس بود آرش پرند و جزئیات بیشتر آقای ظریف که برای شرکت در اولین اجلاس سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه در باکو به سر میبرد، با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان ملاقات و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار بر همکاری متقابل در زمین های سیاسی و اقتصادی شامل سرمایه گذاری، توریزم و حمل و نقل تأکید کردند. آقای ظریف همچنین با محمد یاروف و سرگی لاوروف وزرای خارجه آذربایجان و روسیه ملاقات کرد. طرفین طی بیانیه مشترک بر اهمیت این ملاقات که آن را گامی در جهت تعمیق روابط و تعامل فیما بین در سطح منطقه و بین المللی خواندند، تأکید کردند. در این بیانیه همچنین پایبندی به رعایت منشور سازمان ملل متحد و اصول و موازین حقوق بین المللی گام مهمی در حل تنشهای منطقه‌ای توصیف شده است. آقای ظریف گفت ایران خواهان حل مسالمت آمیز بحران ارمنستان و آذربایجان است چون ما همواره اصرار داشتیم بر پایان درگیری ها در بین آذربایجان و ارمنستان در غرباق و نیاز هست که این درگیری ها خاتمه پیدا بکنه ایران، روسیه و آذربایجان در مورد تلاش های متقابل با هدف حفظ دریای خزر به عنوان دریای صلح و دوستی و نهایی کردن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توافق کردند. مبارزه با تروریزم، افرادگرایی، جرایم سازمان یافته فراملی و قاچاق مواد مخدر از دیگر موارد توافق بین سه کشور بود که در این بیانیه به آن اشاره شده است. آقای ظریف در باکو گفت تهران میخواهد جایگاه قبلیش را در تولید نفت خام به دست آورد. ما معتقدیم تحریم ها بر صادرات نفت و گاز ایران در چند سال گذشته تاثیر منفی بسیاری گذاشته است و ایران میخواهد به جایگاه واقعیش بازگردد و این سیاستی است که ما می خواهیم در همکاری با دیگر کشورهای تولید کننده نفت و گاز دنبال کنیم. آقای لاوروف نیز گفت در جلسه وزرای خارجه سه کشور نیز رسیدن به توافقهای مشخص برای همکاری در مورد ایجاد ثبات در بازار نفت در دستور کار است ما نیز معتقدیم که در این جلسه با در نظر گرفتن منافع همه کشورها توافقهای مشخصی برای چگونگی همکاری با هدف ثبات بخشی به بازار نفت حاصل خواهد شد رئیس جمهوری آذربایجان آقای علیوف حدود دو ماه قبل به تهران سفر کرده بود که در جریان آن یازده یادداشت تفاهم در زمینهای انرژی اقتصادی و حمل و نقل بین دو کشور به امضا رسید آرش پرند صدای آمریکا